این برنامه از طرف بنیاد عاطفی به همکاری انجمن اجتماعی تعهد و شبکه جهانی عصر به شما تقدیم می شود. همچنین با نام حیدارم نوا، جوش هستی در دلم موج صدا، نام الله منشأ هر هست و نیست، بوده و هست و همیش دارد بقا، نام او فردانیا نقش وجود، از ازل عشق او در دل آشنا. درود بر پیامبر جاودان و پیامبر آخر زمان و سلام به شما بینندگان و شیفتگان برنامه موفقیت و همچنان به شما نقزگویان و شیفتگان خرمن دانش و ادب و عرفان که از دریچه برنامه سعادت برای رسیدن به معرفت و فراست ما را میزبان و در آغوش این برنامه ما را گلفشانی و نوربارانی میکنید تقدیم میداریم. به افتخار خود یک کف جانانه. دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، برنامه‌ای که ما پیرامون آن می‌خواهیم به شما در این جلسه بحث‌های داشته باشیم این است که رازهای جوان ماندن و شاد بودن. بله، ببینین، در آغاز یک بیت زیبایی است از حضرت فردوسی بزرگ که 1000 سال قبل در شاهنامه گوهربارش بیان میکنه، میگه بد و نیک هر دو ز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. شما میدانیم که هرچی خواهی از خدا خواه ای بشر، نیست در دست خلایق خیر و شر، خیر و شر من الله تعالی. بنان من و شما اگر میخوایم در دنیا شاد زندگی کنیم، آزاد زندگی کنیم، آباد زندگی کنیم و با بنیاد زندگی کنیم، باید به چیزهای بیهوده، به چیزهای فرسوده غم نخوریم، رنج نبریم، خود به مصیبت و فلاکت دوچار نکنیم. باید بخندیم. واژه مرد در اینجا بیانگر جنسیت نیست، مثل که قرآن میگه یا ایال انسان زن و مرد. پس این مراد از مرد یعنی جاودانگی، شهامت، انسانیت. پس ما باید در دنیا اگر میخواییم شاد باشیم، جاودان باشیم، خرامان باشیم، در امان باشیم و خندان باشیم، باید به چالش های اندک تسلیم نشویم و مبارزه انسان دوستانه داشته باشیم. حضرت حکیم خیام چقدر زیبا میگه، مگه ای دل غم این جهان بیهوده مخور، بیهوده نیی غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، بیهوده نیی غمان فرسوده مخور. یعنی من و شما اگر دیروز با ما غمی رسید، امروز نباید سر به گریبان بمانیم و گریه کنیم، گذشت و فردا ممکن یک چالش به ما برسه، نباید به خاطر از امروز خوده نقد حال خیش را گربین گریم یا پی بریم، همز دنیا همز عقبا برگیریم یا برخوریم. پس خوشا به حال انسانی که آن زمانی که این لحظه‌ای که من و شما با هم هستیم از او لذت ببریم، محبت ببریم، صحبت ببریم، شفقت ببریم تا شاد باشیم. از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی 3 مرض به دنیا هیچ نوع دکتر نتونسته بود دوا بده، او را تجویز بکنه و او را حل بکنه. 1 غرور یا کبر یا خودخواهی. ای مشت گلین غرور بی جای تو چیست؟ 1 بار به خود نگر که معنای تو چیست؟ 1 جعبه استخوان 2 پیمانه خون، پنهان تو چیست و آشکارای تو چیست؟ انسان باید نگاه بکنه که من کی بودم، با کجا آمدم و با کجا میرم.
اگر انسان با این اندیشه در درون خود نگاه کرد، همیشه شاده، همیشه آباد، همیشه آزاد، غم نمیخوره. ولی انسانهایی که مغرورند، همیشه چون که به او چیزی که میخوان مردم به اونا احترام کنه نمیشه، غم میخورن. پس اونا چیان؟ بیمارند، جگرخونن، رنج میبرن. شاید ظاهرا جوان باشن، خندان باشن، اما گریان هم از درون. پس ما در این برنامه شاد زیستن و آزاد بودن ایره میاموزیم که نباید غرور داشته باشیم. نه تنها بود دینی معنوی چالش داره، در دنیا هم بیماره. انسان مغرور همیشه پریشانه، همیشه با خود درگیره، مثل شیطانه دیگه. پس این یک نکته بود. نکته دیگر این است که میگه که در دهان دار تا بود خنده، گرگرانی کند بکندندان. ما جوانا باید بخندیم. خنده ظاهری نه تنها، خنده معنوی داشته باشیم، خنده انسانی داشته باشیم و خنده ایمانی داشته باشیم که دیگران بخندانیم. پس در این زاویه اگر ما نگاه بکنیم، همیشه انسانهاییم که در دنیا شادیم، آبادیم و آزادیم. حالا یک سوال میخیز اینجا. مسئله جوان صحبت شد، میگه کیست انسان آن که آمد ز آسمان، بحر و موج دانشش تا بیکران. انسان از کجا آمد؟ از آسمان. اول کجا بودیم ما؟ من ملک بودم و فردوس برین، جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ما اول شاد بودیم، آزاد بودیم، آباد بودیم. آدم و حوا در بهشت شادمان بودن، جاودان بودن، خرامان بودن. اما یک چیزی که میبینیم وقتی که نفس، خواهشات بر دل و اندیشه انسان حاکم شد، انسان دیگه شادمانی خود، جوانی خود از دست میده. میگه کیست انسان آن که آمد ز آسمان، بحر و موج دانشش تا بیکران. آن که گل بود و ز دل گلزار شد، انسان را در آن روزی که گلها می سرشتند، به دل آن قصه ایمان نوشتند. کلام حق بدان گشته است منزل، که یادت آیدت از عهد اول. ما را در دنیا خداوند آورده از گل، درسته که گل ساختن، اما از جان خود خداوند بر من و شما جاودانگی داد. همه موجودات عالم نابود شده نیست جز انسان، یا فی جنات نعیمه یا فی نار. ببینین پس انسان جاودانه، هیچ وقت مرگ نداره، مطمئنیم؟ قبوله؟ پس وقتی ما همیشه زنده این گپ کانت چون فکر میکنم پس هستم، When I think I am alive، پس زنده ام. پس دقت کنیم در زندگی که شما انسانی که گل بود از دل گلزار شد. خداوند دله، من نگنجم در زمین و آسمان، لیک گنجم در قلوب مؤمنان. پس خدایی که همه دله و ما را از دل آفریده، پس این گلزار بودیم، رنگ و بو و زینت هر بوستان. پس بیا فردانیا انسان شویم، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی ودد ملولم و انسانم آرزوست. اگر ما انسان شدیم، خندان می شویم، جاودان می شویم، در امان می شویم و در بهشت جاودان و خرامان. اما اگر خدای نخواست شیطان و حیوان شدیم، دیگه جاودانگی نیست، همه این تراوت و شادمانی را از دست میدیم. میگه پس بیا فردانیا انسان شویم، نان به حیوان دی، سفر کن سوی جان. حضرت مولانا بزرگ میگه وقتی آن آمد که من پران شوم، نفس بگذارم سر آپا جان شوم. او دیگه دنیا را کلن چکار کرده؟ سفر کرده، همه چیز دیده، به جاویدانی گرسیده. میگه حالا باید من بالو پر گرفتم، میخوام پرواز کنم مثل یک
مرغی که بر روشیان معرفت میره. هر زمانی که شما احساس کردین که شما پرواز کردن آغاز کردن یاد گرفتین، مطمئن باشیم که شما همیشه جاودانیم، همیشه در امانیم، همیشه خیرامانیم. اما وقتی که شما در این قفس بندی باشیم و احساس کنیم که ما جوانم نیستیم، حالا نکته دیگر است که ما بیایم به چیزهایی که نمیتونیم دوره هشت کنیم گریه نکنیم. مثلا میگه بار گندم تو روح رنج مدار. حضرت سنایی هزار سال پیش در حدیقت الحقیقه میگه بار گندم تو روح رنج مدار، کادم از بحر گندم شد خار. دلیل که جاودانگی شادمانی خود حضرت آدم از دست داد چی بود؟ طمع به گندم. حالا ما جوانایی که امروز دوست داریم ثروت ما، قدرت ما، سیاست ما، صورت ما بیشتر بشه که نمیشه و باعث میشه کنیم جوانی خود از دست بدهیم. پس نباید به اینها فکر منفی بکنیم. نکته بعدی اینجا است. جوان، جوان کیست؟ بهار گلفشانی ها جوان است. فعلا ما فصل ما بهاره نداریم، بهار طبیعی. میبینیم دشت ها سوزان، حیوان ها گریان، انسان ها پریشان. ولی اگر ما از درون بیم بهار بشویم، گلزار بشیم، آبشار بشویم، سرشار بشویم و سراپا از اسمار، اون زمان است که جهان چگه میشه؟ ابر و باد و ما و خورشید فلک همه به خدمت توست که بهار شوی. همه چیز برای تو انسانه که همیشه جاودان بمونی، خندان بمونی، در امان بمونی. پس چی خوبه که این جوانی که میگه چو خورشید چهرهش روشن ز نیرو، نشاط گلشن دلها جوان است. جوان کسی است که چهرهش مثل آفتاب درخشان باشه، تابان باشه، نورباران باشه. گر به هر زخم تو پرکینه شوی، دور از سیغل چو آینه کی شوی. مولانای بزرگ میگه اگر به هر موضوع ساده کفشای من نونی امروز گریه کنه، این پیرن از مد برفته، من نمیرم اترار، نمیفهم این سفره ما مطابق با سال قبل نیه گریه کنیم، رنج ببریم. اینها باعث میشه که ما شادمانی جاودانی خود از دست بدهیم. پس نباید به این چیزای ساده ما جوانی و تراوت خود از دست بدهیم. ببوسم دست پیران جوان را. کسایی هستن که ظاهرن مویشون سپید یا سفیده، اما اندیشیشون مثل برف روشن و پاک و صاف. کسایی هستن که جوانی خود برای معرفت مصرف کردن. مخن ای نوجوان امروز به این موی سپید من، که این برف زمستان از سر هر بام میبارد. حالا ما جوانا یاد شما باشه که کسانی که اندیشه جوان دارن، جسم با ما مهم نیست. جوانهایی هم دارن که سر رویشون خوب زاق برسی ها، اما فکرشون پیره، کهنه. درخت دیدیم، بعضی درخت ها کم سن دارن اما میوه دارن، بعضی درخت ها سالهای زیادی بود اما کمتر در برابر مسائل نگاه کردن. پس چی خوبه که ایرم متوجه شدیم که و میگیم جوانی که بخنداند وطن را، بود تقدیم او صد آفرینم. و کسی ما سلام میدهیم که وطن بخندانه، نه تن. حالا شاید طفل به یک پوفک نمکی خوشحالش خنده میکنه، ولی ما اگر این وطن گلزار کردیم، ما جهان خوده بساختیم، جوان ساخته میشه. خب من قبل از اینکه برم اشاره بکنم، دوستی که میخواد قبل از من نظری بده میشه مایکی بگیره و نظر خود به ارتباط ازی بده. ببینین نوشته شده که داشتن عقیده بیدار و پایدار و نیز اندیشه هوشیار و پربار. کسی که میخواد جاودان بمانه، جوان بمانه، شاد زندگی کنه، یکی از رموز موفقیت که ما در آشیانه برگزاری برنامه موفقیت هم هستیم ایست که ما چی داشته باشیم؟ خب هست کسی؟
یاد من از شعر حضرت صاحب آمد که خیلی زیبا میگن دود اگر بالا نشیند کسر شأن و شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است، شست و شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنند، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است. اما سوال نیست که جناب استاد ما همیشه میگیم که برسیم اما نمیگیم که چگونه برسیم. سوال نیست که ما مردم افغانستان شاید بگم که از 50% هم بیشتر مردم ما مریضن، مریض تنها جسمی نیست بلکه مریض روحی بیشتر گرفتارن. راه حل، راهکار که اینجا همه قشر جوان حضور دارن که اینا انشاءالله مقابله میکنه با این پرابلم یا مشکلی که در سر راه هموطن ما هست، راه حل چیه که ما چه کار بکنیم که از این مسئله بیرون بریم؟ تشکر از این هستم. شاعر میگه چو شادی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. ببینین ما هر قسم که راجع به خود فکر بکنیم همو قدر به همو جایگاه میرسیم که راجع به زو فکر. بناهن ما به عنوان جوان باید عقیده خیلی بیدار داشته باشیم، خیلی زیبا در مورد خود فکر بکنیم و تمام مشکلات که مثل یک کوه جلو راه ما هست باید از اونا ما عبور بکنیم به خیلی سادگی و همیشه به نحو هوشیارانه و خیلی زیبا راجع به خود فکر بکنیم تا ای که در آینده اندیشه ما پربار بشه، سرشار بشه و یک جوان موفق در کشور خب شما دقیقا نخستین گوهر شاد زیستن و شاد بودن در پرده پروژکتور یا سلاید میبینین که نوشته شده داشتن عقیده بیدار. این رنگ هم شما میدونیم که پیام داره، حالا البته اینجا زرد شده رنگ، در اونجا تفاوت داره، سبز. عقیده بیدار و پایدار و اندیشه هوشیار و پربار. انسان مثل یک ترازو دو پله داره، عقیده و اندیشه. انسانی که اندیشه نداشت عقیده او مثل ریشه ولی بیشاخه و برگ و گل و غنچه و ثمر. انسانی که اندیشه داشت دکترا داشته باشه عقیده او باطل باشه باز هم مثل درخت بیریشه است که موقتا سبز نمایان میشه ولی مگر روزی میبینیم که نابود شده نیست. بنان در دنیا کسی جاودان خرامان و جوان که عقیده او بیدار باشه، یعنی ما باید به خود باور داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، کانفیدنس. کسی در دنیا موفق سرفراز ممتاز و پیشتازه که به خود باور داشته باشیم. حضرت مولانا بزرگ میگه گر تو با ایمان روی خندان روی. هر کسی که از دنیا با اعتماد کامل به خود و به جهان و به خدا رفت او خندان میره. در حریمی روزه ردوان روی. هر کسی که در دنیا آمد و عقیده باطل داشت، حقیقت قبول نکرد، او هیچ وقت جوان نیست، شادمان نیست، در امان نیست و گلستان نیست. و نکته بعدی، باید ما به خود باور داشتن ما دوامدار باشه. دیده باشیم برخی اوقات یک محصل ما به صنف سه فاکولته یا دانشکده یک دم میگه استاد نمیشه من امی رشته خود عوض کنم. چرا چگاه شده؟ فلانه قوم ما کی رفت یه رشته رو خونده پول بیشتر بگیریم یایه. آیا وظیفه یک جوان فقط پول به دست آوردنه؟ آیا تحصیل فقط گرفتن یا رسیدن به مادیات است؟ نه. پس این جوان عقیده و اندیشو چه متزلزله. هر لحظه دیگه میبینیم که کانال عوض میکنه. بنان ما باید مسیر خود در زندگی انتخاب کنین و بپیماییم تا ای که مثل فوتبال بره توپ گل کنیم. پس ما باید عقیده ما پایدار باشه، مستحکم باشه، ثابت قدم باشیم. و نکته بعدی اندیشه ما سرشار باشه. میگه شاد باش ای که شادی از بنیاد. قبلا هم به شما گفتم ما از آغاز شاد بودیم، از آغاز جوان بودیم
و در فرجام هم جوان هستیم. قبوله؟ به بهشت کیا میره؟ جوانا. پیر نمیره کسی، نه طفل میره و نه هم پیر، جوان میره. جوان به دنیا آدم آمد، خداوند آدم که خلقت طفل نبود، جوان بود، شادمان بود و به بهشت هم رفت جوان بود، بیرون هم که شد جوان بود. و ما از این دنیا هم که میرویم جوانیم. پس خوشا به حال جوانی که در دنیا به این دو متوجهیم، دو دسته که جسم زور کمک میکنه، مستحکم باشه، عقیده ثابت داشته باشه، با خود باور داشته باشه. در دنیایی که زندگی میکنه همه چیز نابود شده نیست جز خود زور، و اندیشه زور هم سرشار باشه. مثل اون آبشاری که میبینین میباره، مثل اون باران یا ابری که زمین گلزار میکنه، با خود اندیشه نورباران باشه. گفتم که شاد باش ای که شادی از بنیاد، سبز باش همچو سرو باش آزاد. میگه کسی به سرو گفت کسی میوه نمیاری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. مردم آزاده دیگه نو به فکر کوشن نو، لباس خیلی نو، خونه زیبا، نمیفهم موتر چی سیستم نیستن اینا. اینها ابزارهایی نیست که ما رو جوان نگه داره، چون اینا همه به خدمت ماست. باید ما اونها رو ابزارهایی انتخاب کنیم که فقط استفاده کنیم در زندگی، نه که رسیدن به او جوانی و تراوت ما رو از دست بده. مثل کسی گفت من 30 سال گریه میکردم تا به محبوب خوب برسم، بعضی که رسیدم جوانی من دیگه از دست رفته و چشمام کم نور بود، روی کمک مخشوش بود، ولی من گفتم که تو دیوانه بودی. نگاه کن، عشق زنده در روان و در بسر، هر دمی از غنچه باشد تازه تر. ما باید به کسی گریه بکنیم، به کسی بخندیم که ارزش گریه کردن و خندیدن داشته باشه. بنان اینجا اگر ما نگاه کنیم، جوانای عزیز و بینندگان تمیز، اگر ما دقت کنیم کل درد و غم و رنج و سوز و فقان و ناله و گریه و پریشانی جهان از درون خود ماست، بیرون جهان همه درون دل ماست. این هر دو سرا آخرت آزرت یگان یگان منزل ماست، حضرت سنایی میگه. پس ما چیکار کنیم؟ باید پیش از دل و گل چی بود؟ مشکل همه در نهاد آب و گل ماست. پیش از دل و گل چی بود؟ آن منزل ماست. وقتی ما انسان های باشیم که شفق بدیم به جهان، مثل آفتاب نگاه کنین همیشه جوانه، روی شسته، دندونای برس کرده، مو یک تک فر زده، چهره درخشان، شاد. یک روز ما ندیدیم آفتاب جگرخون باشه، پریشان باشه، سرگردان باشه، مثل کسایی که ردمرز شده باشن نگران باشه. نه، همیشه شاده، چون که او چیه؟ خندانه. او با نور حقیقت وصله. وقتی ما هم با محور اصلیت خود وصل باشیم، وقتی درخت ریشی و به زمین باشه دیگه همیشه تازهه. وقتی ریشه کشیده شد میبینیم که اندیشی هم چی میشه؟ خزان میشه. بنان من و شما هم باید دقت کنیم. در سال 1997 در ژاپن و برخی کشورهای جهان هزارها جوان خودکشی کرده. وقتی تحقیق کردم اینا کسایی است که به خود اعتقاد نداره، به خود باور نداره، متوجهیم؟ بنان یکی از چالش های خودکشی جوان ها به نظر شما چیست؟ عدم عقیده ثابت، پایدار و پربار. و این باعث شده که این چالش ها زیاد بشه. بنان پس ما میگیم که بیایم به یک محور بچرخیم که او را بعد از یک وقفه کوتاه میگم باز در خدمت خواهیم بود.